یک ارتباط مرموز. آیا شبکه‌های کوانتومی میتونه جای اینترنت رو بگیره؟ اینترنت شبکه‌ای بزرگی از کامپیوتر است که از طریق کابل‌های مسی، فیبر نوری و ماهواره‌ها به هم وصل شده. داده‌ها توی این شبکه ارسال میشن تا بتونن ارتباط بین نقاط مختلف رو برقرار کنن. اما همه این شبکه متکی به اتصال فیزیکی بین این کامپیوتر است. گاهی پیش میاد که کابل‌های اینترنت زیر دریا آسیب می‌بینن یا ماهواره‌ها به خاطر بدی آب و هوا نمیتونن درست ارتباط برقرار کنن. دانشمندا به دنبال ساخت یک شبکه کوانتومی هستن. شبکه‌ای که بدون تأخیر و بدون توجه به فاصله میتونه اطلاعات رو منتقل کنه. اما چطور؟ به کمک پدیده‌ای به اسم درهم تنیدگی کوانتومی. ما در ویدیوی جدا راجع به درهم تنیدگی کوانتومی صحبت کردیم. حتما ببینید. دو تا تاسو در نظر بگیرید. هر کدومو که بندازیم یک مقدار رو نشون میده بدون اینکه به هم وابستگی داشته باشن. اما اگه این دو تا تاس درهم تنیده شده باشن، مقداری که نشون میدن به هم مرتبطه. مثلا تاس ها جوری در هم تنیده شده باشن که مجموع دو تاس عدد 6 بشه. حالا اگه یکی از تاس ها رو بندازیم، هر عددی که بیاد میتونیم بفهمیم که تاس دیگه دقیقاً چه عددی رو باید نشون بده. محققین از این ویژگی استفاده میکنن تا بین سیستم های کوانتومی ارتباط برقرار کنن. فرض کنید که شبکه‌ای گسترده از این سیستم های کوانتومی داشته باشیم که به هم متصلن و میتونن اطلاعات رو تبادل کنن. این شبکه میتونه همون اینترنت کوانتومی باشه. دانشمندا تونستن توی فواصل طولانی این ارتباط رو برقرار کنن. اما چیزی که همین الان با ابزارهای امروز ما کاملا در دسترسه، ارتباط محدود کوانتومی برای افزایش امنیت اینترنت کلاسیکه. توی اینترنت وقتی ما رمز کارت بانکیمونو میزنیم یا پیامی رو برای کسی ارسال میکنیم یا هر داده دیگه‌ای رو رد و بدل میکنیم، این اطلاعات از بین هزاران کامپیوتر و دستگاه میگذره تا به مقصد خودش برسه. اما اگه کسی این وسط اطلاعات ما رو ببینه یا تغییر بده چی؟ موقع ارسال پیام شما به کد رمز بدل میشه و در مقصد این کد باز میشه تا اگه کسی هم توی این مسیر موفق بشه کانال ارتباطی شما رو شنود کنه، نتونه از محتوای پیام آگاه بشه. مثل این میمونه که شما اطلاعاتتون رو داخل یه صندوقچه گذاشتید و اون رو قفل کردید. اون وقت صندوقچه رو برگ دوستتون میفرستید. و اون هم با کلیدی که داره صندوق رو باز میکنه. کلیدها رو چطور باید جابجا کنیم و چطور مطمئن باشیم که کسی اونها رو کپی نمیکنه؟ احتمالاً باید قبلاً حضوری کلیدها رو دستی به هم داده باشیم. ارتباط کوانتومی میتونه این تبادل کلید رو به صورت کاملاً امن برای ما انجام بده. اگر کسی ارتباط کوانتومی ما رو شنود کنه، ما سریعاً متوجه میشیم. اینترنت کوانتومی فعلا در آزمایشگاه ها داره اولین قدماشو برمیداره تا تکمیل تر بشه. اگه شما الان اینترنت کوانتومی داشتید، چه استفاده ای از اون میکردید؟